پدر زیر این نام سیمای نفری پیش نظر جلوگر می شود که ستون خاندان است و تکیگاه فرزند. در کلی فرهنگ های عالم پدر نشان فیض و برکت خاندان، راهنمای تشکل شخصیت فرزند و قبلگاه و مقدسات انسان است. هزار ساله ها مقدم بزرگان علم و ادب و حکمت تاجیک فلسفه آیین پدری و پسری را در این دو مصرع جای دادند. پدر از شفق دل در کودکی دست پسر گیرد، با امیدی که در پیری پسر دست پدر گیرد. اما در جامعه گاه و حوادث به وقوع می پیوندد که در افکار مردم ما غیر تحمل و غیر قبول است. قتل پدر با دست پسر، گوشناشونی ترین عباره در فرهنگ هزار ساله، تمدن پر افتخار ملت تاجیک و جامعه متمدن و نوین تاجیکان، بیگانه ترین عنصر در ارزش های اعتقادی و مذهبی ملت ماست. ولی حوادث داغداری که شب 31 مارس سال 2020 در شهر دوشنبه رخ داد برای جامعه ما ننگین ترین حوادث و تحمل نشدنی ترین خبر گردید. سعدیوف اصل دین مهراج دینویچ سنه تولدش 24 آوگوست سال 1985 ساکن ناحیه فردوسی شهر دوشنبه کوچه یسینینا گذرگاه 8 خانه 9 مفصوف در خانه پدرش سعدیوف مهراج دین سعیدویچ که سال تولدش 15 اپریل سال 1955 است با زن و دو کودک نابالغش استقامت میکردند. سعدیوف اصل دین که دو کودک خردسال و آیله دارد و در تامینات مادی و تربیه فرزندان کوشش نمی کرد و همیشه آوارگردی می کرد و نسبت آیله و فرزندان به اهمیت بود، هر زمان از جانب پدرش سعدیوف مهراج دین تنبیه و نکوهش پدرانه می دید. مرحوم سعدیوف مهراج دین پسرش سعدیوف اصل دین را پدرانه نکوهش می کرد و طلب می نمود که او با کار مفید جمعیتی مشغول گردیده مسئولیت تامینات مادی و مدنی فرزندان و آیلهش را مستقلانه بردوش گیرد. این عمل پدر که میخواست فرزندی بر کمالش را برای راست و مهنت حلال راهنمایی کند، در دل پسر حسی بدبینی و خصومت را نسبت پدر بیدار کرد. در همین اساس سود شونده سعدیوف اصل دین مهراج دینویچ شب 31 مارس سال 2020 تخمیناً ساعت 12 قصدن با مقصد کشتن پدرش سعدیوف مهراج دین سعیدویچ در منزل استقامتیشان با کارت خواجگی به عضوهای حیاتن مهم پدر ضربه زده او را به قتل می رساند. سعود سعدیوف اصل دین مهراج دینویچ را با ماده 104 قسم 1 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای آدم کشی یعنی قصدن از حیات محروم ساختن آدم دیگر گناهگار دانست. حکم اعظم جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه 11 فوریه سال 2021 سود نهایی فدراسی شهر دوشنبه در حیات رئیس کنندگان مالون زاده مشارچون خلقی حبیب الله زاده و سفر زاده با کتبی بابایف بویشوک عبدالکرم دولتی ایوب زاده در مجلس اشکاری سودی در بین سود نامورده پرونده جنایتی را با عیبداری سعدیوف اصل دین مهراج دینویچ تولدش 24 آگوست سال 1985 زاده شهر دوشنبه ملتش تاجیک، معلوماتش میانه ناپورا، موقتا بیکار، اولادار صاحب دو فرزند، سنه 19 نوشش 2020 سال، با ماده 244 قسم 4 بند B کد جنایتی جمهوری تاجیکستان گناهکار دانسته شده، با او با معلوم ساختن آزادی به مدت 8 سال 6 ماه جزا تعیین کرده شده است. جای استقامتش شهر دوشنبه کوچه یسینا، گذرگاه 8، خانه 9، شهروند جمهوری تاجیکستان، از سنه 3 دیکبر سال 2020 چوره پیشگیری در مورد به حبس گرفتن تطبیق کرده شده است. با ماده 104 قسم 1 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان عیبدار کرده شده را بررسی نموده سود معین کرد. با درسی ماده 332 336 338 339 341 344 347 348 کدکس مرافعه جنایتی جمهوری تاجیکستان سود حکم کرد. سعدیوف اصل دین مهراج دینویچ با ماده 104 قسم 1 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان گناهکار دانسته شود و با معلوم ساختن آزادی به مدت 14 سال جزا داده شود. با او با ماده 104 قسم 1 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان در اساس طلبات ماده 60 قسم 3 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان از روی مجموعه جنایت ها با روح به جزای نو تعیین شده از جزای با حکم سود ناحیه فردوسی شهر دوشنبه از سنه 19 ایون سال 2020 با ماده 244 قسم 4 بند ب کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با معلوم ساختن آزادی
به مدت 86 ماه تعیین گردد قسمان زمانمدا با محکومجه صادق فاسیل میروجدینویچ جزای نهایی به محروم ساختن آزودی به مدت 20 سال با ادای اون در کلونیای سوی دوروی نظام سخت تعیین کرده شد. سرشای مدت ادای جزای محکومجه صادق فاسیل میروجدینویچ از همین روز 11 فوریه سال 2021 با حساب گرفته مدت جزای به حکم اولی سود ادا گردیده با مدت ادای جزا حساب کرده شود. با معلومات شهروندان رسانیدن این عمل ننگین به تاریخ و تمدن و هویت ملت تاجیک بیگانه تنها با معنا و مقصد آن است که با تماشای این خبر بینندگان خلاصه جدی خش را برارند و در تعلیم و تربیه فرزندان و آماده نمودن آنها به حیات مستقلانه و سهلنگاری راه ندهند، زیرا در فرهنگ ملت ما بهوده نمیگویند فرزند نیک باغ پدر، فرزند بد داغ پدر.